بسم الله الرحمن الرحیم. مردم عزیز ایران، سید و شهدای خدمت با رب اطفلی متخلصت وارد عرصه ریاست جمهوری شد. صادق الوعد بود، مجاهدت کرد تا به لقاء الله پیوست. کذبگویی ها، توهین ها و تخریب ها نه تنها خدشه‌ای بر اخلاص و صفا و صداقت در حکمرانی کارآمد ایشان وارد نمی کند، بلکه ننگی بر پیشانی مدعیان بی‌انصاف خواهد بود. امروز اگرچه آن شهید عزیز در بین ما نیست، اما راهی که او گشود پیش روی ماست. برای تداوم مسیر پیشرفت مادی و معنوی کشور در این مسیر، از شما ملت عزیز دعوت می کنیم ضمن مشارکت پرشور و آگاهانه در انتخابات روز جمعه، با انتخاب درست نگذاریم گفتمان ما می توانیم، گفتمان عزت به گفتمان نمی شود و نمی توانیم و عبرت تبدیل شود. چون این بخش از عبارت خیلی مهم بود، مجدد قرائت میکنم. امروز اگرچان شهید عزیز در بین ما نیست، اما راهی که او گشود پیش روی ماست. برای تداوم پیشرفت مادی و معنوی کشور در این مسیر، از شما ملت عزیز دعوت میکنیم ضمن مشارکت پرشور و آگاهانه در انتخابات روز جمعه، با انتخاب درست نگذاریم گفتمان ما میتوانیم و عزت به نمی شود و نمی توانیم و عبرت تبدیل شود. ضمن احترام به هر دو نامزد محترم، امید داریم برادر گرامی جناب آقای دکتر سعید جلیلی با تفضل الهی و مجاهدت بتواند با صیانت از میراث شهید جمهور در عرصه مدیریت و رعایت تقوای سیاسی، ادامه دهنده راه این عزیز کشور امام رضا علیه السلام باشد و من الله توفیق. بیت آیت الله شهید رئیسی، 13 تیر ماه 1403.